این دادگاه حمید نوری تبدیل شده به یه سیرکی بین به اصطلاح سیاسیون ایران. یکی میگه که من گرفتم اینا، اگر شما اعلام نکنید که من گرفتم، من بازی رو به هم میزنم. اون یکی یه چیزی میگه، میگه آه این اگر این وکلا به فهمند آبرومون میره. این سیاسیون ما تو خارج از کشور اینا میخوان جای آخوند برن مملکت رو درست کنن. الان ما سالها بیرون کشوریم، یک جریان درست من ندیدم. شاهی ها که هیچ، یه مش پیرپاتلن طلبکار دنبال اینن که باز برگردن تمونده رو ببرن، هیچ. چپش هم میبینی یارو یه سری جمع میشن تو سوئد و فلان از چهار سبایی و تئوری هایی از خودشون صادر میکنن و هیچ کدومشون نه راه بردی دارن نه برنامه ای دارن، هیچ کاری بلد نیستن و هیچ کاری هم ندارن. تنها جریانی که تو این مدت من دیدم واقعا داره تا اندازه کار میکنه، یعنی بدون اینکه حتی شناخته شده باشه، یه جریانیه به نام آوای بوف. نه یه سری جوونن بیش از 20,000 کتاب صوتی کردن، مجانن در اختیار مردم قرار میدن. چرا؟ چون مشکل ما فرهنگیه، مشکل ما نفهمیه. ما موقع که نمیفهمیم سرمون کلا میزنن. شیخ و شاه همیشه برنامه شد این بوده که مردم باید در حالت نفهمی باشن، کامل نفهمی کامل که بشه کنترلشون کرد. آدمی که بفهمه حق و حقوقی داره مشکل ایجاد میکنه. رضا شاه آمد دانشگاه درست کرد، خیلی کار عالی. دانشجو فرستاد فرانسه، دانشجو رفت اونجا دید که آقا زندگی چه دیگه است. برگشت گفت ما میخوایم اونجور زندگی رو میخوایم، گرفتن زندانش کردن. ناصرالدین شاه که اصلا میگفت مردم نباید اصلا بفهمن چیزی، رعیت هم کشور مال ماست. علم میگه که من به شاه اون کاخی رو در کیش براش ساخته بوده و بردم سندش رو خدمت ایشون تقدیم کردم، گرفت پرت کردم و گفت سند این کاخ رو به من میدی، کل کشور مال منه. یه همچه افکارهایی دادن. سیاسیون هم یاد نگرفتن. میگم بعد از انقلاب مشروطه یه سری نخبه های آمدن تو کشور ما که دکتر مصفق بودن، صدیقی و این تیپ هایی بودن که واقعا انسان های شریفی بودن و بعد دیگه پرورش پیدا نکردی همچه آدم هایی. نسلی که آخوند درست کرده که هیچ، اصلا یه آدم نخبه تو اینا پیدا نمیشه. یه آدمی که بیاد بگه آقا، یا یه حزبی که ما بیایم یه کار فرهنگی، یه کار مثبتی انجام بدیم. هیچ، همه میخوان، این میخواد خودش نشون بده، اون میخواد خودش نشون بده، این منم که اینجوری کردم. نمیدونم اون یکی اینم میره برای چه سنگ سکندری بذاریم برای فرید و فرخزاد و برای کیو کیو که همه بگرده این کیه که این صحبت ها رو میکنه. بیان واجب نمیدونم سنگسار فلان زن میان شلوغش میکنن که ما اینا عمدش کردیم و نمیان بگن آقا جامعه ما موقعی که میاد یه سنگسار میشه هزاران نفر میرن وای میستن نگاه کنن. اینا این از بیفرهنگیه. من خودم اول انقلاب تو قم بودم، دیدم با بلنگو داره یه جیپی میگه که ساعت 2 بعد از ظهر ملت میخوان یه دو نفر رو بیارن تو رودخونه قم، اون موقع خشک بود رودخونه، اعدام کنن. آقا ما با هر کسی صحبت کردیم گفتیم آقا نرید. میگفتن یارو جنایتکار بودش، دوست داشتی بیاد خانواده تو رو بکشه. گفتیم آقا ربطی به این نداره، این کار اگرم این شخص باید اعدامی بشه در محوطه زندان نه در ملأ عام. این کارا بربریت تولید میکنه در بین مردم. نه، اون جامعه رو میبایست کاری کرد که روشن بشه، بتونه یه فهمی داشته باشه که دنبال آخون نره.
و میگم یه حزب من ندیدم یک فعالیت و یک حال درستابی کنه. یک دو نفر آدم هستن مثل مشیری و اینا از صحبتهایی میکنن راجع به اسلام و یه ذره روشنگری میکنن، خیلی هم کار مثبت. بقیهشون فقط دروغ. علیرضا نوریزاده طوری صحبت میکنه که انگار که تو منزل خامنه‌ای تو اتاق پشتی نشسته داره همه چیز رو مشاهده میکنه. از سران ارتش اول انقلاب میگه همش دروغ. یعنی یه سری شالاتان سیاسی مفخور دور ما جمع شدن. میگم تنها گروهی که من دیدم اصلا شناخته هم نیست اینا سر و تهش کی و به حساب گرداننده‌ش هیچ، ولی کار عظیمی دارن انجام میدن. یعنی صوتی کردن این همه کتاب و اونم به این که شما اگر پول نداری کتاب بخری، وقت نداری کتاب بخونی، تو رامینه گوش بده. کارهای اینا را باید ارج نهاد. یعنی یه همچی گروه هایی که ما داشتیم وضعیت اون بهتر بود. دیدم اخیرا یک کتابی نوشتن و یا جمع‌آوری مدارکی کردن، 33 جلد کتاب در مورد جنایات جمهوری اسلامی اینا مدرک جمع کردن. دیدم بنیادهای دیگه هم هست، مثل بنیاد برومند اونا برشتن جمع کرده یه سری مدارک، ولی مختصر فلانی همه چیز هم نوشته معلوم نیست. ولی اینا نه، بیشتر این مدارک را راجب افراد جمع‌آوری کردن، راجب جنایت هایی که شده در تمام، از وابسته به گروه و چیز خاصی نیستن، هم از جنایت شاه، جنایت جمهوری اسلامی علیه طرفدارهای شاه را مستند کردن، هم راجب مجاهدین، هم راجب چریکا، هم راجب حزب توده، هم راجب تمام اینا را به عنوان یک تاریخ نگار، به عنوان یک کسی که ثبت کنه در تاریخ که بمونه، دارن این کار انجام میدن. و میگم کار کمی نیست. شاید جلد کتاب اینا 500-600 صفحه است. 33 تا 500-600 صفحه را جمع‌آوری مدرک کنی و این کار بزرگیه. ولی افراد دیگه دیدم نه، آدم حالش به هم میخوره موقع که این دعواها رو میبینه سر گرفتن یه علدنگی به نام حمید نوری. اون میگه من اینو گرفتم، حالا اون تاج رو کله تو چه فرق میکنه؟ مهم اینه که این شخص در این دادگاه موقعی که محاکمه میشه، دنیا که میدونه چه خبره تو ایران، بازم یه مقدار مردم عادی اون کشور ها ممکنه بیشتر چشمشون باز شه، مگر نه سیاست مدار اون کشور ها که میدونن چه خبره و چشمشون رو بستن روی مسائل، مثلا به نفعشون باشه چشم باز میکنن، به نفعشون نباشن میبندن. در صورت جای تاسفه، جایگزینی آخوند نداره، موندگاری آخوند هم بر همینه که هیچ کسی هم نیست که جای اینا رو بگیره. بیرون همه پراکنده، یکی از یکی بدتر و اصلا قابل این نیستن که بشه بهشون اعتمادی کرد و بشه براشون ارزشی گذاشت. و یا کلاهبردارن یا دروغگوان. هیچ. میگم کاش 4-5 تا از این گروه ها ما داشتیم. www.avayabooth.com